رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران خانم مریم رجوی، کشتار مجاهدان بی‌دفاع اشرف به دست نیروهای مهاجم تحت امر نوری مالکی را جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی توصیف کرد که دیکتاتور عراق جدید بر اساس اوامر خامنه‌ای ولی فقیه خوناشام ارتجا به آن دست زد. مریم رجوی با درود به شهیدان اشرف که ساعت به ساعت بر شمار آنها افسوده می شود، پایداری قهرمانانه مجاهدان اشرف در برابر این حمله وحشیانه را حماسه دفاع از آزادی و شرافت ملت ایران در برابر هجوم دیکتاتوری و فاشیست توصیف نمود و تأکید کرد. دولت آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد از 5 روز پیش از تمام جزئیات نقل و انتقال‌های نظامی و تمهیدات سرکوبگرانی که برای حمله و کشتار امروز در جریان بود به روشنی مطلع بودند. از این رو در عدم ممانعت از آن مسئولیت مستقیم دارند و این سکوت و بیعملی در برابر خونریزی و تبعیت یک دیکتاتور خونریز که از فاشیست مذهبی حاکم بر ایران دستور میگیرد هیچ توجیهی ندارد، به خصوص که دولت آمریکا به صورت مکتوب به تک تک ساکنان اشرف درباره حفاظت آنان تعهد سپرده و اکنون باید پاسخگوی تعهدات خود باشد. خانم رجوی، سازمان‌ها و شخصیت‌های مدافع حقوق بشر و پارلمانترها و نمایندگان مردم در کشورهای مختلف جهان را به اعتراض فراخواند و بر ضرورت اقدام بلادرنگ دولت آمریکا و اتحادیه اروپا برای توقف کشتار در اشرف تأکید کرد. وی از دولت آمریکا خواست از آنجا که در اثر محاصره پزشکی از ابتدای سال 2009 در داخل اشرف امکان رسیدگی به مجروحین وجود ندارد، بیمارستان آمریکایی نزدیک به اشرف معالجه مجروحان را بر عهده بگیرد.